اما من در زندگی دروغ نمیگم، همیشه راست گفتیم. ولو اگه اشتباه کرده باشم راست گفتیم، اگه ولو که با کس اگه رابطه هم داشته باشم، کس فهمیده باشه که من با اینمی کس رابطه دارم، یا اون نفر گفته باشه که بی همی زن با من جور است، اگه جور بوده باشم مردانه وار میگم زن است، من حق دارم با یک افغانم جور آمدیم، با بیگانه آمدیم، افتخار است برای من. میگم وقتی یک مرد میتونه با 100 تا زن جور بیایه، یک زن هم میتونه با یک تا مرد جور بیایه. اما یک موضوع خیلی مهمه که باز هم امروز نظر به گفتی جنت از این متشبیه کن نه پیام خدا برسانم. یک مشکل پیدا کردیم افغان ها در شفاخانه، ذهنم همراهی نمی کنه در بعضی کلمات. بعضی کلمات اگر بخوایم که استفاده کنم در جمله بندی که مشکل پیدا می کنم. بازی جب امروی دکترها یادآوری کردم، اینا گفت با مرور زمان جور میشی، حالا چون در شفاخانه هستی زیاد استرس داری، خانه که رفتی چند مدت تیش جور میشی. ما در یک طرف پیشانی ما خو یک ذره میکه به چیزا زدیم، یک طرف پیشانی ما محمد نوشته است، در این طرفش الله نوشته است. وقتی که من این پاک کنم باز معلوم میشه. ببینین این هم یک حکمت خداوند است که امروز در پیشانی ما در یک طرفش محمد نوشته شده، در یک طرفش الله نوشته شده. خب من خدا خیلی برای خداوند نزدیک فکر میکنم، نزدیک هستم. یعنی برای مردم ثابت کردن مشکل است، مهم نیست مردم بفهمه که من چقدر به خدای خود نزدیک هستم و از خدای خود شکرگزار هم هستم. و امی بار هم خواسته بودم که دنیا را ودا بگویم برم، اما خداوند باز مرا گفت نه فریده، برای چند مدت باز دوباره تو زنده باشی باید، به خاطر از اینکه تمام لذت های این دنیا را خداوند برم داد، چشیدم از همه نعمت هایش و حال خسته شده بودم، میخواستم که برم در اون دنیا را ببینم چی گپ های هست. این رو برتان دروغ نمیگم، حال فعلا ما یک کمک میکپ زدیم، پودر زدیم اینجا، یک طرفم محمد یک طرفم الله نوشته است. ایره در آینه که نزدیک ببینم معلوم میشه که یک لکی سیاست، لکی سیاف داده در اینجام در اینجام. ببینین اگه ما صادقانه با ایمان باشیم، فداکارانه صادقانه خدای خدا بپروریم و عبادت کنیم. عبادت پنج وقت نماز خواندن نیست افغانای عزیز، من هیچ وقت عبادت پنج وقت نماز خواندن نمیگم. خداوند در ما را تک تک میزنه، خداوند به صدای ما را میشنوه. اگه صادقانه از دل پاک خدا را صدا بزنی، خدا برات لبیک میگه، هر چی بخوای میده. از خداوند همیشه چیزهای بزرگ بخوای. ما وقتی چیزهای بزرگ خواستم، بزرگتر از او را از دست دادم. به این خاطر همیشه از خدای خود بسیار خرد میخوایم، بسیار کوچک میخوایم، مشکلات ما میخوایم حل شوه. با مزرعه که مرا در این طرف بردین قربانتان شوم. من میخواستم امروز پیامایتان رو بخونم اما دیگه نشد. طور قرآن های جبل سراج و چاریکار بزنه که دیگه چی نوشته. اینو ببینین باور نکدین بازم. من ایره باز یک روز برای یک کس نشان میتم. اگر محفوظ جان برلین ها آمدن به خاطر این بچه خانده مسیح محرم است برم، بازم این دو طرف برش نشان میتم ببینه که کلمه نوشته الله و محمد نوشته است. به هر صورتش آرایش کرده خود شاراندی. من بسیار متاثر هستم که یک تعداد فالوورای من انسان هایی هستن که تربیه سالم نشدن، اما متاثر میشون برای مادرای هزینا. چرا مادرها برای فرزندانشان یاد نمیته که در دنیای اجتماعی شما نمایندگی از خانوادهتان میکنین، از افغان بودنتان میکنین، از شخصیتتان میکنین، از قومیتتان میکنین. همیشه ببینین من گاه گاهی من از پشتون ها نمیترسم، پشتون ها پیش من دوپل آدم است، اما برای تربیهشان افتخار میکنم. پشتون ها هیچ وقت دو نمیزنه، خواهر مادر گفته دو نمیزنه، به حریم شخصیت مداخله نمیکنه. به می خاطر گاه گاهی من اینا رو تعریف میکنم. مرا تا به حال هیچ پشتو زبانه اما قدر کلمه رقیقه که برادران تاجک ما میگن، یا یک تا دوتا از مردمای صفات شمال ما که شاید از یکان کردارم خوشش نیاین میگن،
محض پشتونایی گپ نشنیدیم. گرچه من ترس ندارم، من هیچ از هیچ پشتون ترس ندارم. من یگانه ترسی که دارم از خدا هست. دلیل هزی که من فعلانم من حیث یک مدافع حقوق زن، من حیث یک مدافع حقوق بشر پذیرفتنم ایشون و در بعض نهادها من فعالیت نمیتانم. دلیلش است که من تسلیم کس نمیشم، بادار برای خود نمیخوایم. یک تعداد که باداری میکنن بعد از باز من دیگه به اجازه تان اما تسمس ایمیل اگانمش. به خاطر از یک آدمی که صادقانه مبارزه میکنه سر خود بادار نمیخواید. چند مدت با یک چند تیمی که یک جا شدم، یه تیم مرا گفت که باید تیم جمعیت دو بزنی. وقت با این تیم دیگر یک جای شدم گفت باید تیم دکتر نجیب دو بزنی. ببینین شما با یک تیم دیگر شدیم گفت باید دوستم دو بزنی. شما هیچ وقت از مبارز واقعی این گونه استفاده نکنین. بگذارین صداهش خدا بکشه، صداه ملت بکشه، درد ملت بیان کنه. فکر میکنم گفته هایم یک طرف دیگر رفت. این یک کسی گفته گل گفتی بانوی عزیز ما چرا از پشتون ها بدبین هستی؟ بدبین نیستم برادرم، از هیچ افغان بدبین نیستم. هیچ کسی ما به نام پشتون نمیشناسم، به نام افغان هم مگیر نمیشناسم. در افغانستان کسی را به نام ازبیک نمیشناسم، تاجک نمیشناسم. قومیتش بر ما مطرح نیست، انسانیت، شرافت، تربیش بر ما مطرح است. امیدوار استم همیشه تربیه سالم داشته باشین. امیدوار استم خانواده تان هیچ وقت به دشنام یک کس قرار ندین. نگوید که او در پدر از این حالت چقدر یک اولاد بی تربیه کلان کده، در پدر مادرش این حالت. اینی صحبت برتان نکنم. همیشه اگه یا بیننده کس باشین، اگه از نفر خوشتان نمیاد یا از لایفش براین بلاکش کنین، هیچ وقت چهریش نبینین. من میبینین در لایف کس اولش نمیرم، رفتم هم پیام میتونم منطقی سوال میکنم. اگه خوشم نامد از سوال جوابشون از برنامهشون، صرف بیدنده میباشم، دو نمیزنم. دو زدن در خصلت ما انسان ها نیست. انسان باید انسان واری بیاندیشه، فکر کنه. به هر صورتش قربان تک تکتانه ندگه. باز بر ما زندگی زیبا. چی وقت زنجیرهایت را باز کردی؟ زنجیرهای چی را نفهمیدم برادرم؟ مگر خیلی صفایی گفتین یاد داری نوش جانت؟ صفایی گفتن یاد داری؟ آه صفایی گفتن، صفایی خو نمیگم قربانتان شما، از نظر شما صفایی هست، اما یک ذره توضیحات دبارش میتم. خب به هر صورتش چی حال و چی دم دارین؟ زندگی چی گونه میگذره؟ کجا هستین؟ دوستای عزیز نوشته کنین کجا زندگی میکنین. فعلا کسایی که بیننده ما هستن، بانوی عزیز خداوند هزار سال نصیبتان کند، همیشه سرسبز خرم باشید، سلامت باشین، قربانتان شوم. نامتان فکر میکنم چی بود؟ نامک زیبای چی بود بچه مقبول؟ سمی اولا جان، فدایت شوم سمی اولا جان. بانین اینجا یک کس بسیار تعریف نازنین کده، تعریف زیرا باید بخوانم. تشکری میکنم، گرچه با تعریف کردن من خودت خوش احساس نمی کنم، چون کلان زن هستم نظر به گفته یک تعداد، اما خوش میشم از کامنت های مثبت یک تعداد افراد. فریده جان گفته از زمانی که من شما را در فیسبوک یافتم، قلب زیبا و بی آلایش شما را درک مردم، چون من هم سرنوشت خودت هستم، در نزد من مانند ورق قرآن شریف پاکستی. تشکر، قربانت شوم، فدایت شوم. همیشه ببینین شما انسان‌های صادق ضربه می‌خوره، انسان‌های وفادار، انسان‌های راستگو در اجتماع پذیرفته نمیشه، چون زمانه رنگ است، یک رنگ نمیپذیره، صداقت نمیپذیره. دروغ بگو، بی ادب باش، شیطان باش، خبررسان باش، تو را میخواین. من میگم نه، ما باید از این مفکوره ها بیرون شویم. و پیامتون خیلی دور دراز است، اما خیلی صحبت های نازنین کردین. من فدای امو مادر پدرتان شوم که شما واری دختر به دنیا آورده. ام
برای ما مقدس جان گفته رنگ سرخ برات مقبول میگه. تشکر مقدس نازنین، فدای چم چک نام مقبول داری، نام مقدس بسیار خوشم میایه. ما خوش داشتم اگه یک دختر دیگه هم داشته باشم، نامش خدیجه بانم، چون دخترکم نامش مریم است، اما ما نسبت به نام مریم نام خدیجه را خیلی خوش داشتم. میخواستم بالای مریم جان نامم خدیجه را بانم، باز پدرش اجازه نداد، گفتنی من امین و مریم را خوش دارم، باید مریم مانده شود. اما از خدا آرزو داشتم که باز هم مادر یک دختر شوم که به میل خودم نام دختر خود خدیجه بانم، اما متاسفانه نشد. نام مقدس هم بهترین نام است، بهترین نامی هست که وزن داره، بسیار نام خوب دارین. این یک دانه برادرک، یک دانه قومایم بگویم دیگه، حیات الله جان محمدی گفته یخشه مسس خانم سادات، سلامت بولین یخشه من قربانیز بولی. این جمیله جان تشکر از پیامایتان در مسنجر برام رسید، قربانتان شوام، قربان لطفتان شوام، خیلی دوستتان دارم، خیلی خداوند آرزو میکنم روز شما را از نزدیک ببینم، چون در حال بستر بودم، بیمار بودم، زیاد احوال مرا گرفتین. زنان مهربان، زنانی که صداقت در وجودشان هست، بر بشر دل میسوزانه. مهم نیست بشر مرد است، زن است، طفل است، دختر است، بچه است، انسان است و انسان به حالت بدش دل می سوزانه. گرچه احوالگیری یک فرد انسان اوقدر زیاد خوش نمی کنه، اما بر انسانیت یک دیگر ما خوش می شوم. وقتی یک کسی که در یک حالت بد احوالت می گیره خیلی خوش می شوم. یک تعداد دوستا همچنان ما دارم، در بعض گروپ ها دارم، گروپ هایی که خودم ساختیم. اینا در گروپ احوال پرسی مرا نمی کنن، اما شخصی برام زنگ می زنن، شخصی برام پیام می دن. باز ما عادت دارم که وقت در گروپ، در جمع مرد زن اونجا هستی، اونجا پیام نمی تی، یعنی خودت بسیار آدم کلان می شماری. وقت برام شخصی می تی، تو یک کیلوی چقدر که من باز جواب بدم. باز من ایت آدم های مغرور خوشم نمی آید، ولو که هست 20 ساله تا 100 ساله عمر داشته باشه، غرور مرد خوشم نمی آید که سرت بنازه. و انسان از انسان باز بالایی نداره. یک کس دکتر است، ما از پانزی ادبیات فارغ شدیم، یک کس از 12 فارغ شده، همه ما انسان هستیم. اگر تو دکتر هستی بالاتر از ما، یک کمک درس خواندی، حتما خانوادت رسیدگی کرده، امکانات مالی داشتی. من امکانات مالی نداشتم، نتونستم دکتر شم. به این معنی نیست که در گروپ برای من پیام نمیتی، شخصی برای واتساپ من نوشته صدا روان میکنی، چطور هستی؟ نه دیگه، این رفاقت نمیگن، این مردانگی نمیگن. من همیشه با کسی که دوست بودیم مردانوار استادگی کردیم، اما خودشان میفهمین انسانهای صادق، وفادار، پاک، مردان صفت مردها نمیپذیرن، بلخصوص زنایی که این گونه هست. مردها را من نمیفهمم، من خواهم مرد صادق وفادار تا به حال پیدا نکردیم در هیچ نقطه دنیا. گرچه هگه یک تا دو تا پیدا کردیم، اونا متعیل بودن، با متعیلا نمیتونه آدم خیلی خود نزدیک کنه، چون مرد است، آدم نمیتونه محبت واقعی یک زن بدزده. به این خاطر من مردها را بسیار مغرور دریافت کردیم. گرچه غرور برای انسان خوب نیست، اما من بسیار نفرت دارم. یک تعدادی که در یک جمع گروپی هستی، در اونجا برات پیام نمیته، دیگه پیام میته حالا چطور است خانم سادات، خوب استی، چطور چنان، او در اونجا نمیته، یعنی خود بسیار آدم کلان میشماره، اما شخصی برات صدا روان میکنه. این بسیار نامردی هست، این کارا را اصلا نکنین افغانای عزیز. اگه شما جوانای امکال فعلا صدای من میشنوین، مرد وارد سنه دراین، از هیچ کس نترسین. میفهمین کار بد هیچ وقت پنهانی نداره، خداوند کار بده آخر نیاخر افشا میکنه، یا همو کسی که امرایش یک روابط داریم امو جهالت میکنه، در یک جای میگه. همیشه هر کار میکنین مردانوار سنگکی بکنین که مردم بفهمه که اینمی زن خوینمت یک فقره‌ای هست. با مذرت بعضی صحبت های کوچگی میکنم، من زیاد خوشم میایه صحبت عامیانه کنم، صحبت کوچه‌ای صحبت کنم، خیلی خوشم میایه، اما اجتماع دنیا مجازی نمیپذیرم. ای خدا جان، زیاد نوشته کردین و قندولکا. رئیس شاکر پروانی چی گفته برای من؟ نام خدای قرعیسا زیاد است. ماشاءالله بسیار مقبول شدی خانم سادات. نه به خدا، مقبولی خان نماند،
هر روز صبح که میخیزم در آینه سعی میکنم فریدی 5 سال پیش 6 سال پیش نیستم. 5 سال پیش که در آلمان آمده بودم در سال 2016، اول 2016، اما در 2015 از افغانستان برآمدم. وقت در آینه سعی میکردم چیریم یک بشاش بودن داشت، جوانی داشت، آل چیری زنای خوب هم تو کلان 50 ساله را کشیدیم. او وقت چیری واقعا یک چیری 30 ساله 32 ساله میخورد چیریم برم، اما آل وقتی که در آینه میبینم او زیباییم نمانده، او شادابی جلدم نمانده، او حوصله‌ام نمانده، او شهامتم نمانده، او شوخیایم نمانده. بسیار یک زن شوخ مست بودم در او دوره. هیچ سر مرد زن خبر نبودم. میرفتم که مردم میشیشتم، قصه میکردم که زنام میشیشتم، در قطار بالا میشیدم، میرفتم چکر میزدم، خودم کل جای میگشتم، یگان طوره میدیدم، یگان دیدار ملاقات میکردم. اما آل نه، او حوصله نیست. انسان روز به روز ضعیف‌تر میشه، ناتوان‌تر میشه، آدم وزن پیدا میکنه. وزن هدف مزی که از نگاه عقل وزن پیدا میکنه. من شاید گفتاری که 1-2 سال پیش داشتم، 2 ماه پیش داشتم، آل همون صحبتهای من خودم بشنوم شاید بشرمم، اما همون منطقه را که آل دارم او وقت نداشتم. اما زندگی میاموزانه برام، هر لحظه از زندگی یاد میگیریم. زندگی عشق میاموزانه، زندگی محبت میاموزانه، زندگی نبود مرد برتان آموزش میده. در یک جای یک خانم، یک کسی گفت فلانی خانم زیاد مرد ستیز است، و مرا گفت تو هم گاگای مرد ستیزی میکنی. افغانای عزیز، من هیچ وقت مرد ستیزی نمیکنم. مرد دوست دارم، مرد عشق است، مرد محبت است، مرد دنیای زن است، مرد آرامش زن است، مرد دوای پرستامول دردهای زن است. چطور میتونه یک زن از یک مرد نفرت پیدا کنه؟ من گرچه 4-5 سال پیش از مرد نفرت داشتم، چون خانواده شوهرم بعض خشونت های مردایشان در مقابل ما داشت، خانواده خودم بی تفاوتیشان به دلیل که میگفتن فرید زندگیش خراب نشه، اگر لط میخوره هر چی میشدم خانه شوهر باشه، بی تفاوتی پدرم، بی تفاوتی برادر، آخو بیچارا خرد بودن، نمیتونستن، زورشان برای از جماعت نمیرسید، و دست انگشت بالا کردن جامعه بالخصوص از مرد نفرت پیدا کرده بودم. و آلی که روز بروز سندم بالا میره، عمر بالا میره، میگم نه، مرد بهترین هدیه خدا هست. وقتی یک زن مادر است، خلق کننده بشر است یک زن. یک زن هم میتونه مرد از دامن خود به دنیا بیاره، میتونه زن هم از دامن خود به دنیا بیاره. پس چطور یک کسی که از دامن خود ما به نام مرد به دنیا میایه، شیر ما را میخوره، کلان میشه، در آغوش ما تا 5-6 سالگی میخوابه، و تا که ازدواج میکنه باز هم یک مادر زیاد متوجهش است، و بعد از ازدواج هم در آغوش یک زن میره. پس چطور میتونه یک زن از مرد نفرت پیدا کنه؟ چرا باید نفرت پیدا کنیم؟ مرد بهترین نعمت خداست. گاه گاه اشتباهات از خود ما هست، سازش کرده نمیتونیم، در زندگی، در طریقی زندگی کردن بلد نیستیم. من در سن 14-15 سالگی ازدواج کردم. 14-15 ساله اشتوک از درک نداره، یعنی طریقی زندگی کردن یاد نداره. مادرم چندان مادر نبود که برای من یاد میداد، یاد نمیداد. مادرم نمیامد در خانه من اصلا. من زندگی رو بسیار تلخ سپری کردم. اما آل چی میگم، اگه من منطق آل من اگه 10 سال پیش می بود، بسته خاندان از او را اندکل که خود دور می دادم. از انسانیتم، شرافتم، محبتم، احساس پاکم، صادقانه، صادق بودنم، از محبت واقعی بر شوهرم. اما متاسفانه زندگی ما پاشیده شد. گاه گاهی دوستان میگن موضوع شخصی تفریده جان یادآوری نکن، اما من یک آدمی هستم که ظاهر باطن افغانا یک گونه هست. ببینین، اگه من بدم استم براتون میگم بد استم، خوبم استم میگم خوب استم، باطن دورنگ ندارم، پشت پرده هیچ چیز ندارم. اینمیال یک کاکم مرد جوان برای بگو یک خانم سادات با من رابطه داره، یعنی من حیث یک زن احساس دارم. ببینین یک کس اگه بگویم، اما نه، هیچ وقت کار پنهان نمی کنم. یک تعداد پیشنهادایم که میشه پتکی، یعنی اونا میگن باید پتکی ببینیم، میگم نه، تو باید بیای روی رسانه برای بگویی که من که تینمی زن جور هستم، بخاطر من کار پت نمی کنم.
باید یا اخلاق یک زن یا کس بفهمه، چون ما کسای هستیم که پیام رسان هستیم، از ما یاد میگیره یک تعداد. من زیادتر پیام مخم موضوعات لایف زیادتر میرم. پیام ما بر زنای بی سواد است، بر مردای بی سواد است که محبت واقعی را باید بر خانمایشان بتن، محبت واقعی را بر اولادایشان بتن، بر بچایشان بتن، بر دخترایشان بتن. زیادتر فرزندایتان بر محبت ضرورت داره. پا یک سرک دختر بچی تان سر زانوی تان بانین مویکایش مساج بتین و دختر تان در پشتش بگوین من پدرت استم، مثل کود پشتت استاد استم بچیم. عزتت آبرویت عزت آبروه ما هست. اینی تشویق ها میتانه یک دختر و یک بچی هوشیار به بار بیایه و اینا تشکیل خانواده همچنان بتن، میتانن یک تشکیل خانواده بسیار خوب بتن. همیشه برای دخترهایتان زندگی کردن یاد بدین، همیشه برای بچه‌هایتان محبت واقعی را برای زن تقدیم کردن یاد بدین. دخترها را همچنان برش بگوین، برای شوهرهایتان محبت واقعی بدین، ناز بدین، نوازش بدین، چون مرد ضرورت داره. امی مرد یگان تا میگه مرد ما حیاش است. وقت در خانه مرد سیر باشه، بد کنه که در بیرون بره هر گو و گدل چتلی را بخوره. گرچه زن خودت برای خودت حلال است، گوشت آهو هست، اما زن بیرونه که پیسه میتی، نان میتی، یا کالا برش میخری، یا یک گلاس چای میتی، میبریش چپیش میکنی، ای برد گوشت خر است، گوشت خوک است. آدم گوشت آهو را میخوره یا گوشت خر میخوره؟ گوشت آهو را میخوره. اگه ای آهو به ناز کرشمه طرفه، امو شعر خود سعی کنه. به هر صورتش نمیخواستم این نظریات براتان بتم. افغانای عزیز، امیدوار هستم زیاد صحبت کردم، پیامایتان نخواندم قربانتان. خو 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 دیگه چی گفتن برای من؟ این صحبت الله جان گفته خوب هستی، سلامت باشین قربانتان. با صحبت الله جان در اینجا گفته که سلام دوستای عزیز، شبتان بخیر. چند بجه هست ساعت که من تا ساعت 9 بیرون حق دارم، بعد ساعت 9 باید آجل اونجا برم که بعد ساعت 9 کل جای قلف میشه. خب به هر صورتش افغانهای عزیز نازنین مهربانم، ای بود صحبتای امروز ما. بخیر روز چشم بی خانه میرم، خوش استم خانه میرم، خوش استم دوباره سر زندگی خود میرسم. و راستی نگفتن امان افغانهای عزیز، بعد از این که من خانه رفتم، شاید شو شنبه یک شنبه یک برنامه لایف داشته باشم با خانم همدرد که سی تفلکش در افغانستان، از خودش در ترکیه هست، میخواه داخل افغانستان امو تفلکای خود ترکیه بخواه، اما ای در داخل افغانستان باید یک وکیل بگیره و وکیل کارهای حزیر پیش ببره و سرپرستی از این تفلکا را برای مادرش بگیره و تفلارد ترکیه بخواه. طفلک الانش هم 12-13 ساله هست، دیگه طفلش 9 ساله و 8 ساله هم یک مسئله است که در پرورشگاه هست. و اگه دوستای عزیز ما، من امکانات مالی و قدر زیاد ندارم برای کمک کنم، هر فرد افغانی که اگه بخواه که برش 10 دلار هم کمک میکنه، 20 دلار هم کمک میکنه، من آدرسم و زنه براتان میتم، برای همو روان کنین، ثواب میشه. من برش گفتم من 50 ایرو برات میتم، از این که من از این بالا داده نمیتونم، اق اولادایم است. اگه اق اولاد من بر کس روان کنم، از من خدا پرسان میکنه که میگه چرا حق اولادت با موجود از اینکه اولاد ضرورت داره تو دیگه طرف مصرف کردی. به این خاطر هگه در او شب شما میتونین برنامه بیننده برنامه ما باشین، خود خانم هم در لایف میایه و همچنان یک کمک مالی کنیم تا تفلکایش بخوایه. و موضوع مهم ای است که گاگایه ما بعض برنامه ها را پیش میبرم یا یک تعداد پول جمع نمیشه، کمک نمیکنه، باز همو کسی که بر امرای ما برنامه لایف رفته برش پیسه جمع نشده، او باز پسان از ما قهر میکنه، میگه ولی ما کم آمدم چطور چنان. بیادرای عزیز قربانتان شام، کسایی که میگین فریده جان این ویدیو را نشر کن، این موضوع را بیان کن، من ضمانت پیسه دادن مردم را ندارم. مردم میته به نام خدا میته، اگر نمیته من یخن کسی را گرفته نمیتانم. گرچه در امریکا من یک دوست ما بود یک دفعه 100 دلار برای چی روان کرد، دمی جوز جان روان کرد برای کدام زن. یک مرد برام زنگ زد که گفت اینمی فامیل ضرورت داره، 100 دلار روان کرد. بازمی بیا در امریکا بودگیم ده هر دو شب سلام خانم سادات خوب استی، سلام جانم چطور استی، چرا جواب نمیدی تلفن من؟
آل بایمانا نیست، آل او بیادر افغانای عزیزم، آل خیرات هم میگنین شما در افغانستان میتین به بنام خدا بر یک کسه و دیگه زنگش چرا برای من میزنین؟ سلام جانم چطور است؟ هیچ درکایت نیست، هیچ گوشی نمیگیری؟ او بیادر تا حالا دیدین که خیرات برای یک کس دیگه داده شده باشه؟ عشقش بیاین که کسی که برنامه لایف گرفته ایک امکان نداره. امیدوارستیم این گونه مزایمت ها نکنین، مگر چه از همه مادیات دنیا، از انسان های دنیا سیر استم، چشمم گشنه نیست. بازمی است که اونه یکان کس هست، حال اونه مردکر اگه حالم زنگ بزنم بگویم که بله میخوانم هم درد یک دو صدر پبته روان میکنه، اما اون مردکه باز میخوایم روی من شب روز قصه کنه، باز اینه نمیتانم. به این خاطر گفتم برای زنگ نمیزنم دیگه، که به خاطر از این که خیرات بگیره در یکی دیگه بته عشقش هم روی من بکنه. باز میگفت جانم چطور هستی؟ کجا هستی؟ چرا گوشی من نمیگیری؟ اینجا امریکا شو مچم چند بجه هست؟ اونجا ای تو بجه هست؟ ای نه آنلاین هستی جواب نمیتی؟ ای تو یک شله بود خودش مچم 60-70 ساله بود، این پیرو بسیار شوقیستن نسبت به جوان ها. ای نه ما هم در لیست پیرا آمدیم. سلامت باشین نازنین هایم، قربانتان، قربان لطفتان، همگیتان مهربان هستین، همگیتان عالی هستین برای من. من افغانی که در هر نقطه دنیا باشه من بهترین میفهمم، چون هزمو خاک آمدیم، درد همو وطن هستم، صدای همو وطن هستم. افغانهای خدا به حد به اندازه دوست دارم، هیچ کدومشون رو به نظر بد نمیبینم. گاگای ما خو یک ذره بی‌تربیه هستیم، این تاثیر 40 سال جنگ است، بی سواد بودن خانواده ها هست، به تربیه نرسیدن مادر پدر هست، چون افغانستان گرسنگی هست، غریبی هست، مردم کاروبار نداره. امی است که یک تعداد کم ما در اجتماع از اخلاق ضعیف هستند، اما 80% ما مردمای غریب ما هم با فرهنگ، با غرور، با تربیه هستن. ما شاید 20% یا 10% بی تربیه داشته باشیم. یک روز یک خانم لایف آمده بود، میگفت خودش تولد شده یا آلمان است مچم، یا 20 سال میشه در آلمان است، هم یک خانم طلاق شده است. در لایفش یک کس را دعوت کرده بود، باز میگفت بسیار مردم افغانستان بی فرهنگ است، از کلتور خبر نداره. نه اشتباه میکنین، مردم افغانستان امروز از شمایی که در اروپا هستین، از شما که در بالاتر از فرهنگ خبر دارن، از کلتور خبر دارن، سلیقه دارن، مردایشان کار میکنه، لوت میاره به دست زنشان میده. ببینین امروز من طرفدار از این نیستم که زن بیچاره بمره کار کنه. من در اینجا اینمی زنای آلمانی رو میبینم مریض هستن هر کدامشان، از بس کار میکنن، هم طفل میارن، هم کار میکنن، کار خانه رو میکنن، امروز مریض هستن، به هزاران درد گرفتار است. اما زنده باد افغانستان. در افغانستان زن بی سواد کار نمیکنه. زن با سواده که شویش پیسه داشته باشه چی ضرورت به کار داره؟ نمیره، خودش کار نمیکنه، چون به خاطر تربیه اولادایش. اما یک تعداد زنا دیگه اینا مت پاچار بر میزنند ای اروپا که در افغانستان خشونت علیه زن، زنا را در کار نمیمانه. در زن بی سواد کار کجا پیدا میشه؟ او برادرای عزیزم، اول باید کشور آرام شوه، بعدن زنا رو به تحصیل بیاره، تحصیل کنن، تحصیلات عالی کنن، بعدن معلم شوند، مامور شوند. از این پیش خودتان کسایی که در این دی خارجکا هستین پرت گپ نزنین، گپای دروغ دروغه که فرهنگ نیست، زن خشونت است. با خدا باور که زنای افغانستان ملکه خانه خود هستن. غریب شبی بینی اتمن هیچ کی نشد یک نیم کیلو طلا داره، غریب شبی بینی که در هر عروسی میره باید یک جوره لباس شوهر بخره، هر چی میکنی بکو پیدا کن مقصد. اینا یک تعداد اینجا پوسیده ها، من پوسیده میگم، اینا آمدن آل درباره افغانستان قضاوت میکنه. من واقعا خیلی متاثر میشم گاگای درباره کشور ما. یک تعداد کسایی که در اونجا نیستن، خودشان در اروپا هستن، قضاوت بیجا میکنن. ما بهترین کشور داریم، افغانستان آرام شوه، میریم بخیر زندگی میکنیم، شادمانه زندگی میکنیم. در شهر خودت هم تو دیگه پاچه تا بر بزن، از این سر سرک بده و او سر سرک، از او سر سرک بده و این سر سرک. کسی نمیگه کجا میری؟ اینجا اصلا پیش که موتر پلیس تیر شوه چل رقم میترسی که حالا پشت من آمده باشه. من 100 سال شوه کشورم ترک نمیکنم، خیلی دوست دارم وطنم. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان، مرده باد اوی دشخاصی که قوم پرست هستن، قومیت در نظر میگیرن، یک قوم در اولویت میتن، قوم دیگر در اقلیت میتن. اینمی هست که ببینین ما روز به روز
عقب مانده میریم. خدا بزرگ است، خدا مهربان است. سربلند باشین، سرفراز باشین، شب روزتان خوش و خدای منان سپردیم. با خانم همدرد انشالله شب شنبه یک شنبه که لایف رفتم بیننده ما باشین افغانای عزیز، بتانم تا دست یک بینواره بگیرم. قربان تک تکتان، سرفراز سربلند باشین.